به نام خداوند بخشنده مهربان. با سلام خدمت شما بینندگان عزیز، امیدوارم که همیشه سالم و تندرست باشید و در همه کارها موفق. در ابتدای برنامه از خداوند متعال خواهانیم مردمی که در زیر ظلم و ستم هستند با اونها کمک کنه و اینها را از ظلم و ستم نجات بده. تحمل ظلم و ستم کار بسیار دشواری است و امروز می‌بینیم در منطقه خاورمیانه ظلم و ستم‌های زیادی داره رخ میده. از یک سو در ایران می‌بینیم دیکتاتوری و استبداد و فقر چه بر سر مردم آورده، از سوی دیگر می‌بینیم حکومت‌های استبدادی و دیکتاتوری و رژیم‌هایی که بیش از 40 سال، نزدیک 42 سال بر یک کشور حکومت کردن چه بر سر مردم میارن؟ آیا تصور میکردید، فکر میکردید یه روزی رژیمی با توپ و تانک و هواپیما به ملت خودش هجوم ببره؟ آقای بشار اسد و رژیم جمهوری اسلامی ایران که حامی رژیم بشار اسد هستید، این توپ و تانک ها و هواپیما ها کجا بودن؟ ارتفاعات جولان که بخشی از خاک سوریه است، سالیان متمادی از زمان خود حافظ اسد، چه در زمان پدر و چه در زمان پسر، در زیر اشغال اسرائیل. چرا شما یه گلوله هم شلیک نکردید برای آزاد کردن بخشی از کشورتان؟ اونهایی که شبان روز شعار ضد اسرائیل رو سر میدید، چه ایران و چه سوریه، و به اصطلاح سوریه در جبهه پایداری است. این کدوم جبهه پایداریه؟ ولی الان میبینیم ملتی که میگه این خانواده نزدیک به 42 سال بر من حکومت کردن و دیگه بسه، استعدادهای دیگری هست، نیروهای دیگری هست، باید از وجود اونها هم در اداره کشور استفاده کرد. آیا همه استعدادها و قدرتها و توانها در خانواده اسد هست؟ حالا چه حافظش چه بشارش؟ و در سوریه هیچ نیروی لایقی نیست که کشور را اداره کنه؟ اونم دیدیم لیاقت اینها در اداره کشور چگونه است، چه در ایران چه در سوریه، کمال بیلیاقتی در اداره کشور هست. ملتی که میگه بس بعد از 42 سال پدر بود حالا فرزند، این چه جمهوری است؟ این جمهوری نیست، این سلطنتی است، از پدر به فرزند داره میرسه. میگن دیگه بس، میبینین که بشار اسد چگونه به این ملت هجوم میاره، شبانه روز بر سر این مردم بمب داره میریزه، هواپیماهای میگ ساخت روسیه بر سر اینها داره بم میریزه، موشکهای اسکاد روسی بر سر اینها میریزن، موشکهای فاتح که از ایران هدیه داده شده به آقای بشار اسد بر سر این مردم داره میریزه، توپخانه داره شبانه روز کار میکنه، تانک ها همچنین. از خداوند متعال خواهانیم که هر مظلومی را نجات بده و خلاص کنه، ملت دلیر و رشید سوریه را از شر بشار اسد و رژیمش خلاص کنه و رهایی ببخشه. آمین یا رب العالمین. خداوند بار الها، ما جز دعا چیزی دیگه ای نداریم. خداوند به این ملت کمک کن،
به این مردم کمک کن. چگونه با تکبیرها ایستادن و مقاومت میکنن. و همچنین از خداوند متعال میخواهیم که ملل تحت ستم در ایران رو نجات بده و خلاص بکنه از این همه ظلمی که بر اونها روا میشه. در هفته گذشته 6 تن از جوانان عزیز و مظلوم اهوازی که برای مدت طولانی در زندانهای انفرادی بودند و در زیر شکنجه ها 6 تن از اینها رو اعدام کردن. البته چیز جدیدی نیست، این اعدام ها همچنان استمرار داره. خداوند مردم عرب رو، مردم کرد رو، مردم بلوچ رو، مردم ترک رو، مردم ترکمن رو از این همه ظلم و ستمی که برشون روا میشه نجات ببخشه. خداوند مردم فارس رو نیز نجات بده از این همه فقر و بدبختی که برش حاکم هست. بارها گفتیم، بازم تکرار میکنیم، ایران فقط برای فارس یا برای ترک یا برای کرد نیست. ایران مال هم است، مال فقط فارس ها نیست. اینکه در ایران انحصار طلبی باشه و تک فرهنگی باشه، تک حاکمیت سیاسی باشه غلطه. تمامی این مناطقی که نام بردیم بایستی دارای حق تعیین سرنوشت باشن، خودشان سرنوشت سیاسی خود رو تعیین بکنن. در مسائل فرهنگی، در مسائل اجتماعی، در مسائل اقتصادی اختیاراتی داشته باشن. از حقوق مساوی با دیگران برخوردار باشن. عدالت رعایت بشه. ایران فقط تهران نیست. اگر خدماتی هست، رفاهیاتی هست، باید تقسیم بشه میان همه و تبعیضی نباشه. این موقعی به وجود میاد که اندیشه تبعیض نژادی در ایران خشکانده بشه. اون بذر تبعیض نژادی که رضا شاه در ایران پاشید، این باید از بین برود. تا مادامی اندیشه تبعیض نژادی در ایران هست، این ملل به حقوق خود دست نمیابند و همچنان اعدام ها و شکنجه ها و زندان ها خواهد بود. نشستی در بروکسل بود در خصوص مسائل ملل تحت ستم، حرفای زیبایی زده شد، جای امیدواری است. حتی برخی از کسانی که از این ملل تحت ستم نبودن زیبا سخن گفتن. گفتن اگر ما تو سر این ملل بزنیم، این ملل جاهای دیگر می روند و اعلام خطر کردن، بنابراین باید دستی به سر اینها بکشیم. سیاست سرکوب که در زمان پهلوی بود و سیاست سرکوب که در زمان جمهوری اسلامی ایران هست، بر علیه این ملل تحت ستم ره به جایی نمی برد.